شبنم آذر اینجاست در استودیو با ما. یک نگاهی بکنیم اول به فهرستی که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران منتشر کرده. چه اطلاعات بیشتری داریم از تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی؟ خب ببینید، از اول خیزش انقلابی 70 روزنامه‌نگار بازداشت شدن که از این تعداد الان عدهشون با وثیقه آزاد هستن و 30 نفر هنوز در زندان هستن. اینها در زندان‌های مختلف از جمله در شیراز، خوزستان، تهران و استان‌های مختلفی نگهداری میشن و تعدادشون هم در زندان‌های تهران هستن. در این گزارش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران اشاره شده به اینکه تلاش کردند که پیگیری کنند وضعیت اینها رو با دستگاه امنیتی و قضایی قرارهایی گذاشتن تا بتونن وضعیت به روز اینها رو در واقع به اطلاعاتی دست پیدا کنن و یا شرایط آزادیشون رو فراهم بکنن. اما جزئیات بیشتری از این نشست‌ها و دیدارها نداریم در این گزارش و فقط اشاره شده به اینکه هفته آینده هم باز قرار هستش که دیدارهای انجام بشه برای تسهیل وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی. در این حال ما به طور پراکنده خبرهایی هم از آزادی‌های روزنامه‌نگاران می‌شنویم که با وثیقه‌های سنگین آزاد می‌شن، مثل مجتبی نایری که 2 روز پیش آزاد شد از روزنامه‌نگاران مستقل که به اسم امیر علوی فعالیت می‌کرد و بعد از حدود 2 سال زندان آزاد شده. اینها از روزنامه‌نگارانی هستند که پیش از خیزش انقلابی بازداشت بودند. در واقع این تعداد 30 نفر فقط روزنامه‌نگارانی هستند که الان در جریان این اعتراضات بازداشت شدند. البته چیزی که ما میدونیم اینه که همچنان این بازداشت های روزنامه‌نگاران و احضارشون ادامه داره. هفته پیش 2 روزنامه‌نگار دیگر رو هم خبرها شما داشتید. بله همینطوره. همین دیشب یک روزنامه‌نگار رو بازداشت کردن به نام خانم نسیم سلطان بیگی که ایشون قبلا هم سابقه بازداشت داشتن از سال 85 و 86 به عنوان فعال حقوق زنان و همینطور در دیشب در حالی که از فرودگاه می‌خواستن کشور خارج بشن بازداشت شدن. مادرشون و وکیلشون توییت زدن در زمینه اطلاع رسانی کردن و گفتن که ایشون به محض اینکه بازداشت شدن وسایل الکترونیکی همراهشون بوده ضبط شده و فقط یک تماس کوتاه گرفتن. الان نمیدونن که کجا هستن. در کنار این ماجرا احضارها احکام سنگینی داره صادر میشه. احضارهای متعددی همینطور روزنامه‌نگاران می‌نویسن که تهدید شدن، احضار شدن یا رفتن باشون گفتگو کردن، بازجویی کردن ازشون. یک حکم بسیار سنگین برای یک روزنامه‌نگار دیگه در همین هفته صادر شد. احسان پیربرناش روزنامه‌نگاری هستش که 18 سال حبس گرفته که 10 سالش قابل اجراست. اینها فقط نمونه هایی است از این موارد. و یا روزنامه‌نگار مهدی بیک که از پنجشنبه 15 دی بازداشت شده، الان به خاطر اینکه اصلا علت بازداشتش رو نمیدونه و در شرایط ناگواری دست به اعتصاب قضا زده. به هر حال شرایط روزنامه‌نگاران مهدی بیک البته میدونیم که با یک قرار وثیقه سنگین آزاد شد، فکر کنم شب گذشته بود. تا جایی که بله ما اطلاع داریم اینه که اعتصاب قضا کرده بودن ایشون و من از این خبر اطلاعی ندارم. اما به هر حال وضعیت روزنامه‌نگاران الان به این شکله و ما در شرایطی هستیم که این روزنامه‌نگاران حتی نمیتونن در صفحات شخصی خودشون ابراز عقیده بکنن. یعنی نه تنها نمیتونن فعالیت روزنامه‌نگارشون رو به درستی انجام بدن، بلکه حتی نمیتونن در موقعیتایی که اصلا فضای مجازی که دارن در اینستاگرامشون، توییترشون حتی ابراز عقیده کنن و برای هر ابراز عقیده‌ای باید بازجویی بشن و در واقع جواب پس بدن. شبنم آذر ممنونم از توضیحاتت.